رازها و نیازها بفرمایید. الو بفرمایید. سلام جناب دکتر، حالتون خوبه؟ متشکرم، بفرمایید. جناب دکتر یه سوالیه برای من خیلی مهمه، هنوزم نتونستم بفهمم عاملش چیه. عاملی که باعث میشه آدما تو درک و شعور متفاوت باشن، یکی مثلا خنگ و ساده است، یکی مثلا خیلی تیزه. حالا میتونم منظورم خوب بیان کنم؟ نه، کاملا فهمیدم عزیز. ببینید، شما با یه انسانی روبرو هستید که اولا یه سیستم حسی دارید، یعنی نه فقط پنج حس، الان بیش از 40 یا 50 تا حس رو میشناسید. ما از طریق حواسمون خبر رو مخابره میکنیم، همینجا آدم ها متفاوتن. یعنی همونطور که چشم من با چشم شما، چشم شما خیلی بیشتر و بهتر از من میبینه، چشم من نمیبینه. یا فرض بفرمایید شما شامه قوی تری دارید، یه بوی کمی رو تشخیص میدید در حالی که من تشخیص نمیدم. و یا در حیوانات شما میبینید یه حیوانی مثل سگ 3000 بو رو به راحتی میتونه تفکیک کنه، برخی از حیوانات حتی 10 تا، یا انسان هم شاید حتی 100 تا رو نمیتونه. بنابراین ما از نظر حس سنس با هم بسیار متفاوتیم. یه آستانه‌ای داره، فرض کنید کم کمش اینجا، زیاد زیادش اینجاست، بیشتر مردم هم در وسط قرار میگیرن. دوم برمیگرده به این که این حس چگونه در داخل ترجمه میشه، یعنی مثل یه مترجم خوب میمونه که حس رو به خوبی ترجمه میکنه با یه دقت، یه دنه این توانایی رو برای انتقال به دلایلی ندارن. پس بنابراین اولا سیستم حسی است و بعدا بر مبنای اون دریافت و برداشتی است که ذهن داره. درست پس که فرض بفرمایید شما یه دوربینی دارید که عکس شفافتر یا روشنتری میگیره، دوربینی است که این کار، یه دوربینی است که تو تاریکی میگیره، دوربینی است که تو تاریکی نمیتونه بگیره. بعدا یه فیلمی است که میگید این فیلم رو اگر روش چاپ کنی تصویر خیلی بهتره تا یه فیلم دیگه، بنابراین شما اون رو همه جا میتونید ببینید. بعد برمیگرده به توانایی های کلی انسان که توانایی هوشیه، یعنی یه نگاه سطحی به موضوعا و درک روابط اشیا و عناصره. این مفهوم در آدم ها متفاوته. ما بهره هوشیه در حقیقت 0 داریم تا 200، بیشتر مردم 100ن. یعنی فرض بفرمایید که 92 یا 94 درصد مردم بین 70 تا 130. نتیجتاً بهره هوشی من و شما کجاست؟ اگه بهره هوشی شما 120 یا 140، با منی که بهره هوشیم 100 یا دیگری که 80 معلومه متفاوتید. یعنی سرعت انتقال تو مثل یه اتومبیل میمونه. فرض کنید شما یه کامیونی هستید توی جاده سربالا، دارید 10 کیلومتر در ساعت برید، یه اتومبیل با سرعت 100، یه هواپیما سرعت 1000 کیلومتر در حرکت میکنه. بنابراین آدما بدن از نظر هوش با هم متفاوتن. بعد برمیگرده به یه مفهوم عمیق‌تر و سنگین‌تری که عقله، یعنی rational mind و thinking، که اون یه پدیده است که در برخی رشد پیدا کرده، در برخی اصلاً به وجود نیومده. هی درست مثل یه کسی که زبان خارجی رو یا نواختن یا آلت موسیقی رو نمیدونه، یه ده میدونه. بعد تازه اگر این عقل در حقیقت ظاهر شده و در یه آدمی هست، این عقل به یک اعتبار بین 7 تا 22، یعنی یه مرحله 15 ساله داره. یه ده 9 سالن، یه ده 11 سالن. آمار نشون میده 60 درصد مردم دنیا عقلی زیر 11 سال دارن. یعنی فقط در مرحله احتمال که هر حادثه چه احتمال امکانی داره حرکت میکنن. توانایی دادن وزن و بار رو نداره. مثلا فرض کنید یه عقل آدم 11 ساله، شما اگر ازش بپرسید که مثلا این مردم، این 100 نفری که به این مهمونی اومدن چجوری اومدن؟ گرد پیاده اومدن، گرد با تاکسی اومدن، گرد اتومبیل خودشون اومدن، گرد با اتوبوس میتونن اومده باشن، گرد ممکنه با دوچرخه، اسب، گاری، هر چی. بسیار خوب. اشکال کار این آدم اینه که خیلی راحت ممکنه بپذیره که 90 درصد این مردم، یعنی 100 تا 90 تاشون با دوچرخه اومدن. در حالی که ریخت این آدمو، لباس این آدما رو که نگاه کنین متوجه میشید اینا اصلا دوچرخه سوار نیستن و دوچرخه سوار معمولا اینجوری نیست. بنابراین اون توانایی رو، در حالی که یه آدمه که عاقله، برمیگره میگه درسته که آدم ها میتونن با دوچرخه بیان، ولی این جمعی که من میبینم بعیده کسی با دوچرخه آمده باشه یا پیاده آمده باشه، به دلایلی که محل مثلا فرض کنید اون مهمانی هست، فاصله ها هست، هوای بارانی هست که تو این بارون، تو این برف چطور ممکن آدم پیاده بیاد و لباسش اینجنین خوش و مرتب و منظم باشه. پس به این آدم ها پیاده نیومدن، باید با یه وسیله یا آمده باشن یا از قبل از بارندگی اینجا باشن. بنابراین عقله یه چنین توانایی داره. برمیجاست که شما در تجزیه و تحلیل ها میبینید مردم خیلی راحت و آسوده علت یه مشکلی رو این یا اون میدونن، در حالی که اون مشکل
اهمیتش 1%. روزی که آدم به حدود 14 سالگی یا 16 سالگی برسه، اون وضع، اون بار رو میتونه به احتمالات بده. نتیجتا شما یه آدمی رو میبینید که خیلی ساده و سطحی با موضوع برخورد میکنه و همونطور که گفتم میگه 90% عددا براش هیچ معنی نداره. 90% آدم‌ها با دوچرخه اومدن، در حالی که آدم عاقل میگه تقریبا غیر ممکنه که تو این شرایط آب و هوا و این لباس و این شرایطی که من میبینم هیچ کدوم از اینا الان از خونه‌شون مثلا راه افتاده باشن و مثلا 10 دقیقه تا نیم ساعت بعد که بیشترین و کمترین فاصله است به اینجا رسیده باشن. پس حتما با یه وسیله ای اومدن که سرپناهی داشته و زیر باران و برف نبوده. این اون نظام عقلی است که بعدا حاکم میشه. بعد تازه برمیگرده به اینکه در چه زمینه هایی است. همون هوشی که خدمتتون عرض کردم امروز حداقل 9 تا تیکه داره. یه ده کلامی حال بهتری داره. یه ده مکانیکال و ماتماتیکال هستن، تو زمینهای مکانیکی و ریاضی خوبن. یه ده با مسئله موسیقی و صدا هوش برتری دارن. یه ده وقتی میرسه به فضا و سرعت و فاصله حال بهتر دارن. یه ده درک بیشتری از حالات خودشون دارن، یعنی گرسنگی و تشنگیشون رو متوجه هستن و ضمناً وقتی به دستشون پاشون فرمان میدن کاری بکن میکنه. یه ده به دست و پاشون وقتی میگن مثلا به دستشون چیز بکشه میتونه اصلا بکشه. یکی دیگه خیلی راحت میتونه این ارتباط رو برقرار کنه و بکشه. بعد یه کسانی هستن که میتونن احساسات و عواطف خودشون رو تشخیص بدن و تفکیک کنن که آیا غمگینن یا خشمگینن یا فرض کنید نگرانند یا مایوسند یا ناامیدند. یه دو اصلا توانایی این تفکیک را فقط میدونن حالشون مثلا بد. بعد میرسه به این که انسان میتونه خودشو جای دیگری بذاره. بسیاری از مردم هستن که اصلا توانایی ندارن اصلا از دیدگاه دیگری به موضوع نگاه کنن. من برخی از وقت پدر و مادرهایی دیدم که با بچه یه ساله و دو ساله به گونه‌ای برخورد میکنن مثل که با آدم 20 ساله است. اصلا اون زبان رو نمیفهمم. چندی قبلم بانوی ارجمند رو خط تلویزیون آمدن یه سوالی از من کردن، بعد من بهشون گفتم جوابتون رو میدم، زیم زام زوم جون بلوم بلوم فهمیدید؟ گفتن گفتم بچه هم همجوری وقتی شما حرف میزنی نمیفهمم. یعنی ما اصلا توانایی اینو نداریم که خودمون جای دیگری بذاریم، از نقطه نظر و جایگاه و پایگاه دیگری به موضوع یا به اون آدم یا به خودمون نگاه کنیم. از دید خودمون راه میافتیم و معتقد هستیم که ما ایم که چنینیم. اینجا برمیگرده به این مقدار ویژگی‌های شخصیتی، یعنی تجربیات و آگاهی ها و دانایی هایی که آموختیم. بنابراین از این بابت ها آدم ها بسیار متفاوتن. اینه که ما امروز یه مقدار از را میتونیم اندازه بگیریم. من و شما خیلی راحت میتونیم بریم توی یه تستی بدیم، یه تست هوشی بدیم. الان در ایران هم هست، به ما ببخشید، مشخص بکنن که بهره هوشیمون چقدر. خیلی راحت 90 110 130. یا میتونیم بریم یه تستی بگیریم که درباره استعداد و قابلیت واسه به من برگردن میگن تو اصلا به درد کارای مکانیکی و فیزیکی و بدنی نمیخوری، برای که این استعداد و قابلیت در تو نیست. در این حال تو مثلا میتونی تو کارهای هنری باشی یا زمینهای احساسی و عاطفی یا در مسیر فرض کنید یه نوع خلاقیت و توصیف باشی، در حالی که به کسی میگه جان بفرمایید. ببخشید، این هوش ذاتیه یا اینکه نه باید والدین کاری بکنن که یه بچه باهوش بشه؟ ژنتیکیه. نه ببینید، شما روزی که به عامل اینتلیجنس یا هوش میرسید، اولا باید بدونید تنوع در سازش که تعریف خیلی ساده هوشه، این بیشترش ارثیه، یعنی از ارث پدر و مادر و بیشتر از سابقه ذره زمینای کمی بیشتر مادر بره. بنابراین اگر فرض بفرمایید بهره هوشی مادر باشه 110، بهره هوشی پدرم باشه 110، احتمالاً بچه میتونه بهره هوشی حدود 110 داشته باشه. 80 تا 90% هوش ارثیه. امروز ما یه مقدار آگاهی‌های بیشتری داریم که میتونیم این هوش ارثی رو بیشتر کنیم. مثلا 6 ماه قبل از اینکه زن حامل بشه و یا شوهرش با همسرش قرار گذاشته باشن که حامل بشه، اگر هر دوتا اسید فولیک اسید مصرف کنن هر روز هر دو، بهره هوشی بچه رو بالا میبره. من توی بحثی که راجع به پرورش ترین تربیت آوردم، ضمناً بسیاری از فعال، یعنی مادری که با یه آرامشی و با ورزش و با تغذیه درست و در این حال خواب مناسب هست، ظرفیتی فراهم میکنه که مغز کودکش که عامل اصلی و اساسی هوش و بدن عقلش هست غیر از چیزهای دیگه، بتونه به حد اکثر رشد خودش برسه. درست مثل که به اندازه کافی شما آفتاب رو دارید، آب رو دارید، بنابراین درخت بیشتر رشد میکنه تا اینکه زیر یه سایه باشه، در حالی که آفتاب میخواد و یا آب به اندازه به کافی بهش نرسه، در نتیجه رشد میکنه. پس بنابراین بعدن موضوع آرامش مادره که این وضعیت رو میتونه 5%
سه درصد بیشتر کنیم. بعد برمیگرده به محیطی که در او متولد میشه. کودکی که در مخصوصاً 8 سال اول زندگی با تمام عوامل تحریک و برانگیختگی به شکل و فرمای مناسب خودش در زمان خودش همراه میشه، معلومه رشد هوشی و عقلی پیدا میکنه. در حالی که اگر شما بیایید پدر و مادری فرض کنید یک اون کار که باید بکنن حتی 6 ماه قبل از تولد، 1 سال قبل از تولد نکنن، یا مثلا مشروب بخورن، مواد مخدر مصرف کنن، استرس و استراب فراوون داشته باشن، یا در دوران حاملگی مادری مشکلات داشته باشه، یا بعدن به دلیل بیماری، گرفتاری، مسائل کاری بچه رو رها کنند و برند و نرسن، معلومه بچه‌ای که میتونست بهره هوشیش برسه فرض کنید به 110 حالا روی مثلا 90 92 میمونه. بنابراین شما یه چیزی نزدیک 18 واحد بهره متاسفم که تلفن تو دفعه عجیب و غریب شد. 18% یا بیش از 18% یا حالا به هر حال کاری به درصدش ندارم، 18 واحد هوشی رو از دست میدی. این تو همه زمین ها وجود داره. این رو شما در جهانی که با اندازه و درصد همیشه همراهه و اصلا این بحث علمی است، همیشه میتونی روبرو ببینید. بنابراین اونچه که وجود داره این است که انسان‌ها با ظرفیت‌های متفاوت هستند. تقریباً برای همه صفات یه منحنی نرمال وجود داره. این منحنی نرمال نشون میده که متوسط مردم در کجا قرار گرفتن. یه درصد کمی، 1%، 2%، 5% بسته به صفت مورد نظر مردم در کمترینش هستن، 1 تا 5% مثلا در بیشترینش هستن، و غالب اوقات هم طور که عرض کردم این شکل منحنی نرمال که البته به صورت اون بسها زنگ شکل میمونه که در توصیف و یا در به نوعی در حقیقت لغت مناسبی داره، درصدی که هر کدوم از اینها پیدا میکنن یا هر قسمتی پیدا میکنه نقش خاص خودش رو خواهد داشت. بنابراین من و شما در هر زمینه صفتی که هست، زمین های ارثی رو داریم، زمین های ژنتیک رو داریم، زمین های انسانیمون داریم که جنبه فطری رو داره، ولی بعدا در برخی از موارد عامل محیط و تربیت نقش بیشتری داره، مثل ویژگی های شخصیتمون. وقتی به موضوع مثل هوش میرسه کاملا مسئله میشه گفت بیش از همه بین 80-90% از کردم ارثیه. پس عامل ارث تعیین کننده است، یعنی عامل اصلی از 10-20% میتونه مرتبط باشه به حوادث و اتفاقات بعد از تشکیل سلول، و مواردی هست که مثل عقل که زمینه اصلیش باید وجود داشته باشه ولی بعدا کاملا به محیط مرتبطه. بنابراین خیلی راحت شاید بشه گفت 80-90% عقل برتر تأثیر محیط و روابط هست، در حالی که 80-90% هوش تحت تأثیر عامل ارثی است. اینجاست که تفاوت‌های انسانی رو مشخص